در چند سالی که در غربت زندگی میکنیم خوانندگانی آمدند و در موسیقی خارج از کشور جای پیدا کردند. البته هر کدوم درجاتی دارند، اما خوانندگانی هستند که نه تنها برای صدا پا به عرصه موسیقی ایران گذاشتند، بلکه به خاطر تحصیلات موسیقی که داشتند توانستند پشتوانه بزرگی رو برای خودشون بسازند. یک خواننده وقتی که سواد موسیقی داره، وقتی که نه خودش نوازندگی میکنه، قطعاً میتونه به عنوان یک موزیسین، یک آهنگساز یا یک خواننده کارنامه‌ای رو برای خودش بسازه که بتونه در آینده و با گذشت زمان برای خودش نمرات بزرگی رو کسب کنه. در بین جوانانی که در خارج از کشور پا به عرصه موسیقی گذاشتند، یکی از اون جوانهای با استعداد، یکی از اون جوانهایی که برای نه حرفه موسیقی بلکه برای عشق به موسیقی رفت تحصیلاتش رو در این زمینه دنبال کرد و به دنبال صدای متفاوتی که داشت توانست در یک سکوی بالایی در موسیقی ما قرار بگیره. خانم ها و آقایان، فرشید امین. فرشید امین، به برنامه سیکرت خوش آمدید. سلام به شما، سلام به همه بینندگان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. مرسی از دعوتتون، ممنون از شما. خب فرشید امین رو ما در خارج از کشور پیداش کردیم، درسته؟ بله. خود فرشید امین کجا بود؟ در ایران به دنیا آمدید، درسته؟ بله، متولد ایران هستم، در شهر اهواز به دنیا آمدم و در یادم نمیاد ولی دست پدر مادر خوزستانی هست. نه خیر، پدرم شمالی هست اصلا، مادرم اصلیتشون از آستارا میان، اصلیت شمالی هستن، ولی خب پدر من به خاطر اینکه نوع شغلی که داشت خیلی منتقل میشد از یه جا به یه جای دیگه و وقتی که منتقل شده بود به اهواز من به دنیا اومدم که دیگه من در اواخر اون مدتی بود که اونجا بود دیگه من به دنیا اومدم، 3 ماه بعد انتقال پیدا کرد به تهران که دیگه تهران بودیم، بعد دوباره منتقل شد به چند تا از شهرستانه دیگه که من کلاس اول دوم دبستان و اونجاها بودم، مثل ارومیه، مثل که دوباره برگشتیم اهواز، یا 6 ماه دوباره تو اهواز بود برای کارش که بعدش دیگه رفتیم به انگلستان و بعدم آمریکا. خب بعد از اینکه به آمریکا آمدی، به تنهایی اومدی؟ بله، آمریکا به تنهایی. من انگلستان وقتی که رفتیم از ایران بیرون دیگه 3-4 دبستان بودم در حقیقت، دیگه بقیه دبستانم رو در انگلستان تموم کردم. بعد اون موقع چیز بودم اولول ها رو خوندم، 2-3 سال اولول بود، بعد الول میخوندی، بعد میرفتی دانشگاه. اینا رو در انگلستان سرمش در انگلستان بودم، یه مقدار عوض کردن اینسته که اولول و اینا رو، من نمیدونم بهش یه اسمای دیگه بهش میدم، ولی تحصیلاتم در انگلستان بود. بعدش اومدم به آمریکا، در شهرهای مختلفی بودم، در واشنگتن بودم، نیویورک زندگی کردم که بعد دیگه تو موزیک آمریکایی بودم، مثلا به خاطر موزیک اومدم به آمریکا، بعد با یه بندی کار میکردیم. بعد که اومدم تو موزیک ایرانی ببخشید دیگه مصادف شد به اون آهنگایی که یه مقدار معروف شد برام، مثلا نسترن و اینا، که بعدن اون موقع خدا رحمتش کنه آقای کعبه‌ای از پارس ویدیو منو دعوت کردم، با ایشون در تماس بودم، گفتم بیا به لس آنجلس و اینجا یه آلبوم بدیم بیرون، و که دیگه اومدم به لس آنجلس. سال 2000 اومدم به لس آنجلس. چند سال در انگلستان بودی؟ شما حساب بکنید دیگه، از سن 10-11 سال اونجا بودم تا آخر دانشگاه 11-12 سال هم انگلیس بودم. خب با آمریکا اومدی، بعد چی شد؟ بعد اومدم آمریکا، من برای یه کمپانی کار میکردم. من راستش وقتی که اومدم از ایران بیرون، چون سنم کم بود، خیلی از فارسیم، البته خب موقعی که اومدم بیرون خیلی خوب بود فارسیم، یعنی بچه 10-11 ساله قشنگ فارسی حرف میزنه دیگه، ولی وقتی که رفتم به انگلستان به خاطر اینکه خیلی برخوردم زیاد بود با
انگلیسی ها تو مدرسه و این برانور و ایرانی کمتر بود، اونجا یه مقدار زیادی از فارسی قاطی شد با انگلیسی، مثل اون اوایل که دوستانی که میان بعد از این مدت بچه ها رو میبینین فارسی حرف میزنن، کلمات انگلیسی هم زیاد توشون استفاده میکنن، یه کلمه فارسی انگلیسی سمات فارسی انگلیسی داشت. بعد که با بند آمریکایی کار میکردم دیگه بیشتر، ولی وقتی که اومدم توی موزیک ایرانی کم کم و کم کم تو همین تلویزیون ها، تو رادیو ها، تو رسانه های گروهی بودن، با ایرانی ها بیشتر برخورد داشتم، سر و کار داشتن، فارسی قوی تر و قوی تر شد. بعد من ترانه هامو شاید بگم اگه مثلا نمیدونم 60 تا اگه 70 تا ترانه خونده باشم، شاید بگم 5 تاش مال خودم نیست، بقیه‌اش همیشه مال خودم بوده. یعنی ترانه سرایی هم خودت کردی؟ ترانه سرایی خودم بود، کار خودم بود. واسه همین یکی از ترانه‌هایی که اوایل می‌نوشتم، خیلی از ترانه‌هایی که اولو می‌نوشتم یک کم حالتش چیزتر بود. اونقدر شاید نمی‌خوام بگم قنین، حالت چیز سنگین نبودن، خیلی پیش پا افتاده و چیز بود، بیشتر برای ریتم ساخته شده بود و اینا. ولی یکم که بیشتر گذشت فارسیم که بیشتر قوی تر شد، کتاب های شعری که میخوندم و اینا یکم ترانه هم قوی تر شد. البته هنوزم تا امروز یه سری ترانه هستش که من میدونم خودم وقتی میگم قوی تر از یه سری ترانه های دیگه هم هستن، به خاطر اینکه یه سری اونایی که ریتمی هستن ترانه هاشون معمولا قوی به اون قدرت ترانه های آهنگ آروم ندارن معمولا. برای من خب پس در زمینه ترانه سرایی و آهنگسازی و خوانندگی به هر حال سبکی داری، فکر کنید چرا موفق شدی در کارت؟ من روز اولی که اومدم توی موزیک ایرانی، واقعا شناختی که از این موسیقی داشتم کارهای قدیم ایران بود، کارهای جدیدی که در لس آنجلس در اومده بود اصلا دنبال نکرده بودم، به خاطر اینکه اون زمانی که اومدم میگم ریاضه رفته بودم تو موزیک آمریکایی بودم و کمتر کارهای ایرانی رو دنبال میکردم. بنابراین وقتی که اومدم توی کار موسیقی ایرانی با یک میتونم بگم کمبود نالج، کمبود شناخت از این موزیک اومدم تو کار و یک کاری کردم که به خاطر این کمبود شناختی که داشتم از موزیک اون زمان، یه کاری ازم در اومد که یک کم حالت اوریجینال داشت، خیلی حالت چیز داشت، شاید بتونم بگم خاص بود. آهنگی مثل آهنگ نسترن که در اومد با یه حالت راک اینو میخوندم، چون موزیک آمریکایی کار کرده بودم ستایلم اونجوری بود اصلا، ولی خب موزیک ریتمی ایرانی بود و خوندن من یه جور انگار خشن بود با یه موزیک خیلی لطیف قاطی شده بود و یه چیز جدیدی از آب در اومد، یه حالتی داشتش که آهنگ رقصی ولی انگار حالت منفی داشت، انگار نمیخوام بگم شاید دعوا داشت. انگار الان خیلی از آهنگا رو میشنوام که اینجوری هستن، تو موزیکای 6 و 8 موزیکای رقصی خیلی ترانه ها رو میشنوام که حالت منفی دارن، دعوا دارن میکنن با هم تو ترانه، انگار دعوا داره با اون طرف، اینجوری داره حرف میزنن، نسترن عشق من حرفی بزن، این اداها چی چی، این شکلی داره صحبت میکنه. فقط وسوسه و زیبایی طرف نیست که بگه تو چقدر زیبایی، تو چقدر مقش، این شکلی صحبت نمیکنه با این آهنگ رقصی. الان خیلی از ترانه ها رو میبینم، ولی اون زمان اونجوری نبود. اون زمان تو موزیک 6 و 8 فقط مثبت بود، همش خوب میگفتن و برای رقص بود دیگه، چیزی بود که طرف خوشش بیاد، لذت ببره. من از روی نادانی همینجور، اگر میدونستم و از بیشتر موزیک ایرانی اون موقع رو گوش کرده بودم، شاید این آهنگ اینجوری نمی نوشتم و اونقدر شاید خاص در نمی اومد. شاید این بود دیگه از دلیل که اون آهنگ گرفت و بعد دیگه افتادم توی کاره. نظر درباره موسیقی ایران چیه؟ بچه های ایران؟ موسیقی بچه های ایران روزای اول که نظر میخوام اومد بیرون، خیلی کارها بودن، چون بکر بود و هنوز چیزی نشده بودیم از ایران بیرون بیاد، هر کس یه ستایلی داشت، ستایل مختلف در اومد. ولی بعد که یه مدار زمان که میگذره، به قول آمریکایی میگن when the dust settled، وقتی که همه چی نشست و آروم شد، اون خوبها که بالا مونده بودن ستایل خودشونو داشتن، بقیه رفتن دنبال استایل اونا. یعنی موزیکی که الان من میشنوم، فرض کنید اگه 200 تا خواننده باشن،
5 تا استایل مختلف میشنوام تو این 200 تا خواننده. این شکلی موزیک ایرانی برای من این حسو داره. آهنگا خیلی شبیه هم هستن و وقتی یه ترانه میگیره یه کلمه‌ای که خاص میشه مثلا تو اون ترانه گرفته، خیلی ترانه ها پشتش میاد اون کلمه رو ازش استفاده میکنن خیلی زیاد. اینو میدونم چون که خیلی از ایران برای من ترانه میفرستن، آهنگ میفرستن و میخوام اینا رو بخونم و چند تاشون هم خوندم تو این کارهای اخیرم که کردن. اصلا آخرین کاری که بیرون دادم آهنگی به نام ردیفه که عید در اومد، عید خودمون دو سه ماه پیش، کاری از ایران بود. واسه همین میدونم اتفاقی که میفته رو میبینم تو ایران چجوریه. ولی موسیقی لس آنجلس برعکس، اگر میگم 200 تا خواننده تو ایران 5 تا سبک مختلفه، اگر توی لس آنجلس 200 تا خواننده باشه 200 تا سبک مختلفه، هر کی سبک خودشو داره. موسیقی داخل ایران یک مقداری الهام گرفته شده از تعزیه خوانی، درسته، از همون چیزی که قبلا تو دوران بچگی من و شما متوجه این بود. بله. و حالا یه ریتم بهش داده شده، شاید یه مقدار فست‌تر شده، تندتر شده و خواننده‌هایی هم که میان موفق میشن ته صداشون همون نوت بخونی که ما در زمان قدیم داشتیم که اگه اونها می اومدن خواننده می شدن و این ترانه می خوندن شاید خیلی صداشون هم بهتر بود. ممکن. چی فکر میکنی؟ آیا این یه موسیقیه که مردم ما در مهمانی ها ازش استفاده میکنن بدون آگاهی و بدون اینکه بدونن که این موسیقی از کجا نشأت گرفته شده، این موسیقی ریشش کجاست و چقدر میتونه در خراب کردن موسیقی ما به طور کلی نقش داشته باشه؟ این موسیقی که الان داریم میشنویم به خاطر یک تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده در این 40 سال و جو تفکر مردم عوض شده، سلیقه ها عوض شده، نوع دیدگاه ها عوض شده، برداشت ها عوض شده، خیلی از باورها اون باورهایی که من و شما داریم نیست و در یه دنیای زندگی میکنن که چه بخوایم چه نخوایم دورش دیواری کشیده شده و سخت برای مردم که آمیخته بشن به راحتی با بقیه مردم دنیا. یعنی ایران یه کاری که انجام میشه در این 40 سال خیلی خاص بوده از این نظر که به یه طرفی رفته که این چیزی که الان ما میشنویم این نوع موزیک حاصلی هست از اون جوی که درش مردم بزرگ شدن، مردم مدرسه رفتن، مردم بین خودشون، فرهنگ مردم یه جوری شده که خیلی زیر یه حالت دینی روش بوده، روی ملت یک چتر دینی روش کشیده شده، بر اساس اصول دینی رفته جلو و این موزیک از اونجا در حقیقت میادش، چون این موزیکیه که از حالت چیز میاد، یه حالتیه که ملودیش ملودی نسیسری شاده رقصی چیز نیست، یه ملودیه که حتی نوع تلفظ ها هم عوض شده، حالت نقالی پیدا کرده، یادتون میاد نوع خونی و نقالی، حتی میگفتی چه جواهر سخن کهن تو مؤلف کتاب، اینجوری میگفت، با کلام اینجوری صحبت میکرد، فقط نوحه نبود، اصلا لهجه اون شکلی بود، لهجه هم عوض شده، در حالی که وقتی با خودشون صحبت بکنی با اون خواننده ها لهجه هاشون اون شکلی نیست، لهجه هاشون برای اون نوع موزیک اون شکلی میکنن چون بهش میاد، متوجه این؟ بنابراین این یه چیزیه که اینوری رفته دیگه، هر چیزی یه جوری تکامل پیدا میکنه، تکاملی که ما پیدا کرده موزیکمون در این راه جلو رفته. به قول شما 40 سال پیش که مثلا این موزیکا رو میذاشتن اون موقع شاید صداهاشون بهتر هم بوده، ولی اگه اون موقع این نوع موزیک در میومد مردم قبول نمیکردن چون جو یه جور دیگه بود، اتمسفر یه جور دیگه بود، نمیخورد به اینجور موزیک، اینجور کارها. ولی الان در جو امروزی ایران خیلی هم طرفدار داره، خیلی هم دوستش دارن موزیک. آخرش چی؟ بستگی داره مردم چی دوست دارن. بعد همش اینه که یعنی همین که باید بریم دنبال مردم. نه مردم، ببینید مردم رو چجوری میشه مردم رو آگاه کرد؟ مردم رو دولت بزرگ میکنه. مردم اینجا چی؟ مردم اینجا هم مردم بچه های دولتشون هست، اونجوری که دولت دیکته میکنه به مردم در کتاب ها، در تاریخ. مردم اینجا که دولتی که در ایران هست، آن کسی که اینجا هست، ایرانی اینجا رو میفرمونه، خب خیلی فرق میکنه، اونا به خاطر سیمپاتی که دارن، سیمپاتی دارن، یعنی شما نیزی میگه از ایران اومده اتوماتیک مرغوبه، مده، متوجه این؟ درست مثل یه نفری که میگه مثلا میگم به شما چه برندی استفاده میکنی، طرف مثلا میگه مثلا کریشن دیور دوست دارم، خب براش اون کریشن دیور مرغوب میشه، در حالی که برای یه نفری که براش اصلا
این چیزا مهم نیست چه فرقی میکنه. به قول یکی از دوستان پدره میگفت دخترم همش میگه دولچی گبانه دولچی گبانه، من این نگاه میکنم یه دونه دیجی نمیشه، خب من این خود منم میتونم بنویسم رو چیزم، این چه فرقی میکنه که حالا متوجه برای یه نفر اونجوری میبینه، برای یه نفر نه خیلی مرغوبه نه دیگه دولچی گبانه. این موزیک هم الان اینطوری شده، تا یه خواننده از ایران میاد و کارش میگیره مردم خیلی بهش سمپاتی دارن، از این نظر که انگار که با اون یه چیزی از اون دنیا داره میاره به این دنیا نشون مردم میده، از ایران انگار یه چیزی داره میاره بوی ایران میده، این حالتو داره برای مردم، مثلا خیلی استقبال میکنن ازش. موسیقی لس آنجلسی رو چه میبینی؟ زمانی بود که هر خواننده‌ای که میخواست خواننده بشه بعد از لس آنجلس شروع میکرد و سبک موسیقی لس آنجلسی یک مقدار بسیاری با سبک دیگر کش، یعنی دیگر موسیقی که در خود ایران یا جاهای حتی اروپا، بچه ایران میرفتن در اروپا کارشون رو شروع میکردن، سبکش با موسیقی اینجا فرق میکرد. این موسیقی راهش درست بود یا غلط بود، چرا و به چه صورتی جلو این راه گرفته شده که امروز خواننده های ما خیلیشون حتی دیگه اینجا زندگی نمی کنن؟ موسیقی ما راهش درست نبود، نه در لس آنجلس، ولی چاره ای نداشت. یه سری از خواننده ها بودن، خیلی تعداد کمی از کسانی که از قبل در ایران کارشون رو شروع کرده بودن و جزء پیشکسوت ها بودن، تعداد انگشت شماری که با یه دست میشه اینو شمرد، راهشون رو عوض نکردن، همون راه رو موندن، همونجوری که در ایران میخوندن ادامه دادن به اون راه. ولی خب اونها براشون مقدور بود این کارو بکنن، چون موزیکشون یه جوری بود، انقدرم اون موقع تا همون زمانش هم طرفدار داشتن که بتونن اون راهو ادامه بدن، به قول معروف میگن شکستنی نبودن، هر کاری میگه همون هم ادامه میدادن، بالاخره مردم رو دنبال خودشون میکشیدن. یه سری خواننده ها بودن که اون پاپولاریتی رو نداشتن، مثل اونها اونقدر طرفدارشون عاشقشون حالا نبود یا حالا هر چی، بالاخره هر خواننده طرفدارای خودش رو داره، ولی یه ده بیشتر از بقیه داره. اونها مجبور شدن برن دنبال کاسبی در حقیقت، و اون موقع عروسی اصل کار بود، یعنی یه خواننده که اومده بودش در یه کشور غریبی می‌خواست اینجا زندگیشو جلو ببره و حرفش همیشه موسیقی بوده و در یه کشوری داره زندگی میکنه که زبونش یا زبون مادری خودش نیست، خب پس چیکار میخواد بکنه؟ نمیتونه هر روز کنسرت بنزه برای همون آدم رو بیان ببیننش تو همون شهر که. پس چیه؟ عروسی ها شروع شد، خواننده به عروسی رفتن، بنابراین موزیکشون شد موزیک عروسی، یعنی یه حالتی شد که اون عروسی دیکته میکرد چی بخونه اون خواننده، میگفتن آقا اینجوری میخوایم اینجوری میخوایم. یه مدت شد موزیک همش حالتهای خیلی حالت ایرونی و حتی به طرف کوچه بازاری داشت میرفت، چون مردم اونجوری دوست داشتن موزیکاشون تو عروسی. بعد دوباره برگشت، بعد عروسی ها دیگه کمتر شد، خواننده ها رو همه دیدن، بعد یه سری گروه ها اومدن حالت مناپولی پیدا کرد اینجا، مردم نمیخواستن یه خواننده رو ببینن که فقط آهنگای خودش رو میخواد بخونه به صرف اینکه ما این خواننده رو دوست داریم. مردم میگفتن اگه میخوایم این خواننده رو ببینیم میریم کنسرتش میبینیمش. برای عروسیشون میخوان موزیکای متنوع و متفاوت باشه، از هر خواننده یه آهنگ میخوان گوش کنن، دو تا آهنگ میخوان گوش کنن، یا اون آخرین چیزی که الان تو بازار هست میخوان گوش کنن، متوجه این؟ بنابراین عروسی های یه حالت دیگه پیدا کرد، یه سری از خواننده دیگه اون عروسی ها رو نداشتن، دلیلی نبودش تو لس آنجلس بمونن، رفتن جاهای دیگه که بهش براشون راحت تر بشه، چون واقعیتش هم لس آنجلس واقعا آخر دنیاست، یعنی از اینجا بعد یه هواییه، اونجا هم که خبری نیست، اگه بخوای بری فقط برای ویکیشنه، اگه برای کار، برای خوانندگی، کنسرت، هر جا میخوای بری، بدترین جایی که میتونی باشی از نظر مسافتی لس آنجلسه، چون ته دنیاست، هر جا بخوای بری باید کل آمریکا رو بری، کل اقیانوس اطلس هم بری تا تازه برسی به حال ما به آبادی تو اروپا. واسه همینه که لس آنجلس اونقدر دیگه جذابیت نداره برای کسانی که موسیقی اجرا کنن. بعدم اونجا تمام استودیوها اینجا بودن، تمام کسایی که دست اندرکار بودن اینجا بودن، حالا نه فقط تلویزیون و رادیو اینا، ولی استودیوها، پرودوسرها، تهیه کننده های موزیک، آهنگسازا، همه اینجا بودن، بنابراین از لس آنجلس همه کارشون رو انجام میدادن. الان به خاطر دنیای مجازی و امکاناتی که هستش از طریق کامپیوتر و آنلاین، لازم نیست همه تو بغل هم تو استودیو بشینیم، یکی از این ور میتونه چیزی بنویسه میفرسته حتی تو ایران، اونجا عوض میکنم برمیگرده اینجا میره میخونه دوباره میفرسته. مسافت ها از این نظر دیگه حل و فصل، لازم نیست همه تو لس آنجلس باشن.
از نظر کنسرت ها بهترم. یه جورایی شدی هم دست انقدر میخوامت که دیگه جای حرفی نمیذاره. دل بده به دل عاشق من، منو از برم کن تا میتونی کنارم بمونم، دیوونه ترم کن. باهات زندگی لطیفه، چشات قلبم و حریفه، حالا تو مال منی و من مال تو، اما همه چی ردیفه. باهات زندگی لطیفه، چشات قلبم و حریفه، حالا تو مال منی و من مال تو، اما همه چی ردیفه. تمومی نداره تازگی یا با قلبم، یه جورایی شدی هم دست انقدر میخوامت که دیگه جای حرفی نمیذاره. دل بده به دل عاشق من، منو از برم کن تا میتونی کنارم بمونو، تیغونه ترم کن. باهات زندگی لطیفه، چشات قلبم و حریفه، حالا تو مال منی و من مال تو، اما همه چی ردیفه. باهات زندگی لطیفه، چشات قلبم و حریفه، حالا تو مال منی و من مال تو، اما همه چی ردیفه. رسانه‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن که کمک ساز پیشرفت موسیقی بچهای لس آنجلسی باشن؟ سوال بسیار خوبی میکنید، مرسی. من فکر میکنم رسانه‌ها، یکی از اتفاقاتی که افتاد وقتی که از ایران خواننده‌ها شروع به کار کردن، چون موزیک در ایران اصولا قدغن بود، اصلا حرام بود، چون این عوض شد و بچه ها شروع کردن به کار موسیقی در داخل کشور، رسانه های گروهی هم تحت تاثیر این قرار گرفتن، نه حالا در ایران که نه در خود لس آنجلس، از این نظر که وقتی یه خواننده از ایران اومد و معروف شد یا محبوب مردم شد، وقتی یک آهنگی رو میداد بیرون، رسانه گروهی درست پشتش عینه یه تیم پشت اون شخص واسطه بود، بدون اینکه هیچ رابطه یا ضابطه با هم داشته باشه، روابط و ضوابط نبود، فقط بر اساس اینکه این شخص از ایران اومده، الان ما دوستشون، ما مردم ایران رو دوست داریم، مگه آدم هموطن خودشه دیگه، به خصوص یکی که در ایران نذاشتن کار کنه، نذاشتن موسیقی کنه، 20 سال گفتن 30 سال گفتن نه نمیتونی، حق نداری، بعد یهو این آزادی رو بهش میدن، اون چیز خیلی شیرینیه، زیباست. اینو رسانه‌های گروهی، تلویزیون‌ها، رادیوها در لس آنجلس قشنگ رفتن پشتشو گرفتن. یعنی چی؟ یعنی خواننده از ایران میاد الان، یا یه گروهی از ایران میاد یه آهنگ بیرون میده، این آهنگو مردم میبینه دوستش دارن، فردا دوباره رادیو همینو پخش میکنه، پس فردا همینو پخش میکنه، پس این فردا همون تلویزیون، همه روی این آهنگ میمونن. همون کاری که با خواننده های لس آنجلس در روز اول اقلا با من اون کارو میکردن، یا آهنگم که بیرون میومد فقط همونو میدادن، اینقدر میذاشتن مردم آشنا میشدن، بعد میگفتن نه دوست داریم اینو. حالا طرف میگن، یکی میگه صداشو دوست دارم، یکی میگه آهنگ رو دوست دارم، یکی میگه شعر رو، هر کی یه چیزی بالاخره دوست داره از این مجموعه، اون آهنگ هیت میشد. شما الان ببینید چقدر از لس آنجلس هیت کم بیرون میاد تو این چند سال، ولی از ایران زیاد بیرون میاد. دلیلش همینه، به خاطر اینکه آهنگو میاد یه نفر خواننده لس آنجلسی آهنگ بیرون میده، آهنگو میذاره رادیو تلویزیون نشون میده، یه روز فرداش میره آهنگ 10 سال پیشش رو نشون میده، نیست آرشیو کاری زیادی داره، میره آهنگ هیت 10 سال پیشش رو نشون میده. این آهنگ جدیده اونقدر برای مردم
لانسه نمیشه، پخش نمیشه. واسه همینه که وقتی میبینین میگن باش چقدر خاطره داریم با این خواننده، با اون خواننده، با خواننده های لس آنجلس بیشتر الان مردم میگن باشون خاطره داریم، در حالی که همه همینجا هستن، همه دارن کار میکنن، همه دارن آهنگ بیرون میدن، ویدیو بیرون میدن. دلیل نیست که خاطره باشه برای مردم. موزیکای جدیدشون کمتر پخش میشه و خیلی ها میگن چرا شما اینقدر کمکار شدین؟ چرا ما کمکار نشدیم؟ تلویزیون ها و رادیو ها خیلی بیشتر پشت بچه های ایرانو گرفتن. و منم نمیگم، نمیگم خوبه، نمیگم بده، من قضاوت نمی کنم. ولی یکی از دلایل بزرگی که از لس آنجلس آهنگای هیت کمتر بیرون میاد اینه که چون رسانه‌های گروهی پشت اون آهنگ نیستن، پشت آرتیست هستن، آرتیست معروفه، حالا محبوبه، هرچی، اون عالی، ولی آهنگ، تک آهنگی که داره بیرون میده امروز مثل اون قبلنا نیستش که تا یه آلبوم میداد بیرون چهار تا آهنگش میرفت یکی یکی پشت سر هم در طول یک سال میبینی هیت میشد. دیگه اون اتفاق داره نمیفته، چون کمتر و کمتر دارن آهنگای امروزیشون رو روشون کار میکنن، میرن رو همون خاطره ای که از اون خواننده روز اول داشتن که چقدر اول اومد. اول که میاد مثل یه سونامی میمونه، مثل فتح میمونه، بعد که این میره عقب دیگه کم کم یه چیزی نیست که هر روز روی اسپاتلایت باشی و هر روز تو رو ببینن. بعضی خواننده ها هستن که از نظر تبلیغاتی خیلی قوی هستن و این کارو تونستن به صورت خیلی خوبی ادامه بدن. All the power to، خیلی هم خوب بوده کارشون، خیلی هم عالیه، ولی برای خیلی هم اونطوری نبوده، خیلی هم اونقدر تو کار تبلیغاتی نبودن، قوی نبوده تبلیغاتشون، مثل خود من روی بیشتر رو ویدیوهاشون، رو آهنگاشون تمرکز کردم. خب اونا رو میتونم تلویزیون ها و رادیو بیشترش تمرکز کنم. نمیگیم از ما کم نشون میدین یا از لس آنجلس یا کم نشون، نه، اونجوری که اون زمانی که بعد نشون داده بشه اون چیزی که بعد، یا اون زمانی که بعد شنیده بشه اون آهنگ عوض شده دیگه، اونو نمیشناسیم. آهنگ جدیدا میرن ته صف یه جورایی، اثر نمیذارن روش. نظرت درباره خواننده های سوپر استار ما چی هست؟ خواننده های سوپر استار ما الان به بالای سن 70 رسیدن، در بالای سن 70 سالگی دارن میان بخونن. آیا فکر میکنی که برای هر فرهنگ موسیقی این دیکته شده که یک خواننده باید بر سن 70 سالگی یا بالا عنوان سوپر استار قرار بگیره؟ نه اینکه باشه، به عنوان اینکه پرکار باشه، گرون قیمت‌ترین خواننده باشه و در اونجا بمونه و جوانهای ما همینطور در پایین قرار بگیرن. جریان چیه؟ چیکار باید کرد؟ مشکل چیه؟ اصولا در تمام موسیقی دنیا، نه فقط ایران، نه این فقط به چیز ایران نیست، این از نظر چیز سنی که صحبت میکنی شاید، ولی از نظر درآمدی اصولا صنعت موسیقی دنیا 1% بالاش، اون 1% اولش که بیشترین پول میسازه، از 99% بقیهش بیشتر پول میسازه. یعنی در 1% بالای تاپ صنعت موسیقی بیشتر پول هست تا بقیه 99%. بنابراین اونها میرن سوپر استار میمونه، حتی مناپولی پیدا میکنه، مثل همه چیز دیگه دنیا، دی همه چیز دنیا همینطوره، آمریکا، شوروی، چین، اونم سوپر استار بعد میاد به کشورها میرسه، هر کشوری سوپر استار های خودشو داره. برای سوپر استار آیا سوپر استار میتونه یه جوان 25 ساله 30 ساله باشه؟ میتونن، ولی در چون کار کشور ما خیلی روی اصول اخلاقی و فرهنگی بنا شده، یه چیزایی مثل پیشکسوت بودن، یه چیزایی اینجوری که ممکنه در دنیای غرب هم این چیزا که چوبش هم خیلی خوردیم، حالا خیلی از خود اون پیشکسوت ها هم پیشکسوت های خودشون رو داشتن، به طرفداری از اونها هم بکنیم. ولی من اصلا یه جور دیگه این داستان رو میبینم، حالا هر جوری که هست خدا رو شکر میکنم که اقلا نادر جان اگه در سن 70 سالگی 80 سالگی هم دارم میخونن، برای خود من امید بیشتر، چه خوب که اینطوریه. اتفاقا برای من چیزی نداره از این نظر که کمتر به جوانترها موقعیت داده میشه، اینو میدونم که این درسته، ولی خب طبیعیه، چون کسی که در صدر اول قرار داده نمیخواد جا رو به کسی دیگه بده یا اونو با کسی دیگه شیر کنه، یا متوجه این، واسه همینه اینم طبیعیه. ولی از این نظر که در این سن و سال دارن میخونن، طرفداراشون هنوز هستن، این یادتون نره طرفدارای ایرانی یکی از بهترین طرفدارای دنیا، اینو نمیگم چون تو تلویزیون هستیم، همیشه من گفتم چون در فرهنگ ما تعصب هست و مردم نسبت به تیمشون، نسبت به خوانندهشون، نسبت به غذاشون، نسبت به فامیلشون، نسبت به یه سری چیزای تعصب خیلی زیادی دارن که شاید در غرب اونقدر متعصب نباشن درباره این چیزا. یکی از اون چیزا همین هنرشونه که
خیلی تعصب دارن، ممکنه قدر هنرمندشون رو بعضی وقتا ندونن، ولی وقتی به اون وقتش که میرسه پشتش رو میگیرن و سالیان سال باهاش میمونن. حتی کسایی که 20 سال میدونیم یکی از خواننده‌هامون 20 سال نیومد بخونه ولی هی مشهورتر شد با این حال، چون مردم موندن به پاش واستادن. واسه من از این نظر خوشحالم هرچی هستش، انشالله که 10 سال دیگه هم بخونم. خب اولا به تبریک میگم، به فرشید امین تبریک میگم خیلی زیاد، که جزء یکی از باسوادان و تحصیل کرده موسیقی ما هست. رفتی درسش رو خوندی و به هر حال جوانی تو در این راه گذاشتی و رفتی یاد گرفتی. ولی از طرف دیگر هم به تبریک میگم که در حرفه کاریت هم سواد پیدا کردی و تحصیلات رو به احسن به پایان رسوندی. نوع صحبت کردن و ابراز عقیده و اظهار نظر بسیار زیبا و قشنگه و چقدر زیبا سخن میگی و چقدر زیبا قضاوت میکنی، دور از هر گونه عقده و ناراحتی و خود بزرگ بینی و اینجور مسائل ها. ولی برها به تبریک میگم، آرزو بهترین ها برات دارم. باز هم باید با هم در یک گفتگوی دیگری بنشینیم و کلیپ هایی داری که از ایران و اینجا و اروپا و اینها که یه مقدار اون کلیپ ها هم استفاده کنیم. میخوای در هفته آینده هم با هم دیگه باشیم؟ میایم یه صحبتی میکنیم حتما با هم دیگه. آقای رفیعی دوست دارم بشینیم صحبت کنیم از این جزئیات اون زندگی که در ایران داشتم. من به خاطر شغل پدرم که توی شهربانی بود، برای شهربانی بود توی 4 تا استان مختلف، بهش میگم fly on the wall. من مثل اون پشه یا حالا میگن مگس یا پشه روی دیوار بودم، که من چون بچه کوچیک خانواده بودم و اونایی که از من بزرگتر بودن هر کدوم 8 سال 10 سال 12 13 بزرگتر از من بودن، اونا دیگه بزرگ شدن، تینیجر بودن و دیگه in their 20s. من هنوز خیلی بچه بودم، 5 سال 6 سالم بود. پدر مادرم منو همه جا میبردن، واسه همین خیلی با استاندارها، با ریشوانی کل، با کسای مختلف که با اسم الان یادمه همه اینا یادم، و اتفاقاتی که در اون موقع در ایران میافتاد و حرفایی که الان میزنن درباره اون موقع ایران برام خیلیش خیلی جالبه. حتما میتونیم با هم راجع به این مسئله گفتگوی خودمونی داشته باشیم، چون خیلی از نزدیک این چیزا رو ندیدن و نمیدونن که من این چیزا رو میدونم. یه سری حتما با هم هستش جالب خواهد، حتما گفتگوی دیگری خواهیم داشت. به هر حال ممنون از تو و ممنون از بینندگان عزیز تلویزیون دیگر.